خب بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشید. امروز یک شنبه است، 4 سپتامبر 2016 میلادی، برابر است با 14 شهریور ماه 1395. تعجب نکنید، ما معمولا یک شنبه ها، گفتم جمعه، یک شنبه ها برنامه نداریم، ولی امروز به خاطر اینکه جمعه نتونستیم برنامه بذاریم، به چند دلیل مختلف، ماجرای اون وزیری بود که به پادشاه گفت که ما نمیتونیم جنگ کنیم، گفت چرا؟ گفت به 1001 دلیل. گفت خب حالا بگو ببینم. دلیل اولیش گفت که ما اصلا توپ و تانک نداریم. گفت خب دیگه نمیخواد بگی اون دلیل هزار تا دیگه‌اش، ولش. ما هم اینجا به 1001 دلیل، مشکل طوفان در شرق آمریکا، مشکل آتش در غرب آمریکا، چون ما اون شرکتی که ویدیوامون رو به اصطلاح پخش میکنه در غرب آمریکا هست، و از اون طرف ماجرای همین محل ما، اینا هم بلدن واقعا چیکار کنن. یادتونه اولایی که اینترنت شروع شد، همه خوشحال بودن که با این تلفن وصل میشن به اینترنت، یک ساعت جیغ میزد، فریاد میزد، وصل میشدیم به اینترنت. بعد آمدن گفتن نه، یک وسیله دیگه هست، مودم، اون جدا هست و کیبل هست و فلان هست و اینها، وقت این سرعت ها رو کم کم به من و شما معرفی میکنن. همون روز اول نمیان بگن شما میتونید مثلا 100 نمیدونم مگابیت سرعت داشته باشید، یا شما میتونید 500 مگابیت داشته باشید. امروز یعنی هفته گذشته تا حالا که اینجا رو دارن کند و کاو میکنن و کیبل ها رو عوض میکنن، دیگه این بار از 100 و 500 مگابیت پر سکند دارن میرن به 1، یعنی به 1000 گیگابیت پر سکند، 1000 مگابیت پر سکند، یعنی چیزی اگه اشتباه نکن درسته، آره 500 بود، حالا میشه 1000 مگابیت پر سکند. و اونم دیگه اونایی که تو کار کامپیوتر هستن میدونن پینگ چیه، میدونن نمیدونم این پاکت لاست چی و اینها. به همین دلایلی که گفتم ما نتونستیم جمعه برنامه داشته باشیم و برنامه دوشنبه و چهارشنبه مونم حقیقتا دلخواه من نبود و همینجوری باری به هر جهت شد و گذاشتیم و اینها، و آقای یزدان خداوندلو هم لطف کرد، قبول کرد که به جای چهارشنبه امروز با من و شما باشن، در رابطه با همون آسیب شناسی فرهنگی صحبت میکنن. ولی امروز دیدم که عکس تختی رو هم فرستادن. این عکس تختی شاید 2-3 روزه که روی اینترنت میچرخه و منظور اون کسی که این رو گذاشته اینه که ببینید تختی میگن در مقابل شاید میگن نمیدونم تعظیم نکرده و اینها. نباجون، گفتن تختی دست شاه رو نبوسیده بود، برخلاف اونهایی که دست بوسی میکردن و پا بوسی میکردن و الی آخر. این هم از این ماجرا. خب پس 3 بعد از ظهر با آقای یزدان خداوند رو هستیم، چهارشنبه با آقای مینویی هم صحبت کردم، چون امروز دیگه نمیتونستن بیان، گفتن همون فیلم یا همون برنامه کانال ایتو رو بذاریم، گذاشتیم. متاسفانه ایتو هنوز هم وضعش خرابه، قطع میشه، وصل میشه، هی دور میزنه و نمیدونم والا، تازه مثلا نشون میده 4 نفر دارن نگاه میکنن، باز هی دور میزنه، قطع میشه، و گویا آقای امید امیدوار از ستلیت و اینها و رفتن به ایران و ایران آزاد کردن و رژیم دموکراسی گذاشتن اونجا، پیشکششون یه انکودر، یه وبسایت، یه ویدیو استریمینگ ساده هم اینها نمیتونن منیج کنن، یه اصطلاح مدیریت کنن. این هم از این ماجرا. و اما بخونم براتون خبرهایی که هست. آها، چند تا تشکر. اول اینکه تشکر کنم از آقای حسن خزائی، دوست همشهری عزیز، و ایشون قرار بود گوینده اخبار تلویزیون مردم بشه که بنده خدا گرفتار 2-3 تا مشکل هست، یه مقداری مشکل سلامتی داشت و اینها، یه مقداری هم یه منزلی داره و درگیر قانون و اینها هست که حالا خودش هر وقت خواست میاد برای شما توضیح میده. اجازه بدید از آقای محسن نادری نژاد تشکر کنم که DVD 3 را هم فرستاد و من یا امروز یا فردا اینو آماده میکنم و برای شما نشون میدم. ضمناً ایشون پرسید که
مردم نظرشون چیه. گفتم والا همه اونایی که با من تماس گرفتن در رابطه با شما خوشحالن که شما برگشتی، ولی میگن خب این چه برگشتنیه که ایشون اولش میاد سلام علیک میکنه ولی میره ویدیوهای قدیمی رو نشون میده، ویدیوهای قدیمی که روی یوتیوب هست و اینها. و به ایشون گفتم به نظر من بهتره که شما اینجا میگن current affair یعنی ماجراهای روز رو صحبت کنید. و اما بله آقای شریفی هم یه نامه فرستاده با 20 صفحه و اینها، اونها رو هم براتون نشون میدم در رابطه با ماجرای روز. ماجرای روز آمریکا الان هر ساعتی که شما بیاین بزنید اینها دارن راجع به انتخابات 60-70 روز دیگه صحبت میکنن و اون دوتایی که مهره های اصلی هستن به نظر من بین بد و بدتر اما یه حق انتخابی برامون نمونده، خانم هیلری کلینتون هست که زن بیل کلینتون رئیس جمهور سابق آمریکا، و آقای دونالد ترامپ یکی از کلاشا و کلاهبردارایی که اتفاقا دیدم آقای نادری نژاد هم توی برنامه جدیدشون صحبت کردن و خیلی هم قشنگ صحبت کرده راجع به این موضوع. اون هست و هی دست همدیگر رو میکنن، چون اگه یه آدمی مشکلی نداشته باشه مثل آقای سندرز باشه کسی هم نمیاد دستش رو کنه، چیزی نداره، دستش همینه، روی دستش هم همینه، زیر دستش هم همینه، همین. ولی اینا اینقدر به اصطلاح پدرسوختگی و کلاشی و لومپنی بوده تو زندگیشون که هر روزیشو که یک کسی بیاد خبر بده یه ماجرایی به اصطلاح برملا میشه. یک آقایی که والا ما نفهمیدیم، این دوستان مسیحی هم نمیان، آقای علی ترابی قرار بود بیاد برای ما توضیح بده که اینترنتش درست نشد، خب یکی دیگه از دوستان شبان میاد، من نمیدونم این دوستان خودشون رو بره میدونن که اون شبان هست، چوپان برای چی میخوان، مگه شما اونجا گاوی گلهی گوسفندی داری؟ و این درجات رو کی داده؟ مثل توی ایران که آیت الله و حجت الاسلام و اینها داریم، این مسیحیت هم اون یکی پاپه، اون یکی پدر روحانیه، اون یکی نمیدونم شبانه، اون یکی پریسته، اون یکی ریورند هست. و اینا کی هم تو ارتش اقلا طرف میره یه زحمتی میکشه، یه مقامی کسب میکنه، تو دوتا جنگ شرکت میکنه، 4 مدال میگیره و الی آخر. در رابطه با ارتش و اینها توی برنامه دوشنبه و چهارشنبه من گفتم که سپاه پاسداران توی خلیج فارس یه مقداری داره اذیت میکنه به کشتی های بزرگ آمریکا و آمریکا هم ناراحت شده و داره صحبت میکنه و اینها. حالا ببینیم چه خواهد شد، بذارید من نگاه کنم ببینم ما ضبط میشیم یا نه. بله 2:16 اینجا ببینم چه خبره، بله داریم ضبط میشیم، امیدواریم که درست شده باشه همه چی. و دیگه الان فول پاور یعنی با سرعت زیاد داریم برنامه ها رو اجرا میکنیم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، همینجوری که این پایین نوشتن شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک تماس میگیرید، ما براتون میگیم که چجوری، اگه خودتون واردید از اونجا فیلم تهیه میکنید میفرستید، اگه وارد نیستید میبینید الان آقای دوستان از کانون آوا با تلفنشون، با آیپدشون، با لپتاپشون از آلمان، از پاریس، از کشورهای دیگه تماس میگیرن. آقای خداوندلو از کل آلمان تماس میگیره با اسکایپ، کوالیتی برنامه ها رو ببینید و شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. و اما دو پیام برای آقای محمد شریفی. محمد شریفی اسمش رو توی گوگل تایپ کنید یا توی تلویزیون مردم توی بایگانیمون نگاه کنید. ایرانی هست در ایالت آلاباما، کسی هست که به جرم 2 قتل متهم به 2 قتل که یکی از اونها همسر سابقش بوده و یکیش هم دوست خودش و دوست همسرش، و این متهم شده به، میدونید اینجا اینجوریه دیگه، شما اول متهم میشید بعد محکوم میشی، مجرم شناخته میشی، وقتی محکوم شدی مجرم شناخته شدی حالا بهش میگن جرمت که اینه، حالا باید اینقدر مثلا پول بدی یا جریمه بدی یا زندان بری یا اعدامت میکنیم. ایشون محکوم شده، حکمش به اصطلاح اعدام هست و
میگه من قاتل نیستم، بیگناه هستم، ما باش مصاحبه انجام دادیم، دوستان لطف کردن، این مصاحبه مورد پسندشون واقع شده، یک دوست، حالا اگه بتونم پیامشون تا اونجایی که شماره تلفن و اسم و اینا رو نگفتن پخش میکنم. و این نشون میده که تلویزیون مردم، شما وقتی میای برنامه میذاری بالاخره مهمه، کارسازه. یک خانم پیام گذاشته بود از کالیفرنیا که ایشون گفته بود آدرس آقای محمد شریفی رو میخواد که نامه برش بنویسه. میدونید که توی قانون زندان‌های آمریکا اینه که شما میتونید فقط با نامه تماس بگیرید به زندانی، بدون اینکه چیز باشه، به اصطلاح ثبت نام کرده باشید اینها. اون میتونه هم با نامه با شما تماس بگیره، هم با تلفن از داخل زندان که خودشون پول میریزن یا زنگ میزنن به شما، می قبول میکنی که کلکت باشه. کلکت خیلی گرونه، ولی آقای شریفی که با ما صحبت کرد گفت که چیزه، به اصطلاح خودش پول ریخته به حساب. و من میخوام آدرس ایشون رو باز کنم برای شما نشون بدم. و ایشون میگفت که با اون پول تماس گرفته. و سیستم جالبی هم هست برای اینکه زندانیا به اصطلاح مزاحم مردم عادی نشن توی جامعه، اینها وقتی از زندان زنگ میزنن مستقیما نمیتونه با شما حرف بزنه، باید وایس تلفنه به شما میگه که فلانی، نمیگه فلانی، میگه یه نفر با این شماره، درست یادم نیست، در صورت میگه از زندان میخواد با شما تماس بگیره، اگه شما میخواین میتونید به اصطلاح اگه قبول کنید اون میتونه با شما صحبت کنه، اگرم قبول نکنید که تلفن رو قطع میکنید. و این اگه یادم باشه مال اینجا وقتی گفت شماره 5 رو فشار بدید، و ما هم شماره 5 رو که فشار دادیم آقای شریفی تونست با ما صحبت کنه. حدود نیم ساعت مصاحبهش روی یوتیوب هست، روی آرشیو ما هم هست، به اسم خود محمد شریفی جدا روی یوتیوب هم گذاشتیم و پولی هم از ایشون نگرفتیم. و خیلی از دوستان گفتن که این کاری که شما کردید کار خوبی بوده، امیدواریم که به اصطلاح شما هم حمایت کنید، ما بتونیم به ایرانیایی که نیازمند هستن کمک کنیم. حالا من میخوام اینو به شما نشون بدم، ببینم به چه وسیله‌ای میتونم این کار رو انجام بدم. بله، این آدرسش هست، فکر کنم بذارید ببینم اینجا میتونم نشون بدم. یکم ما امروز میگم چون تازه دوباره چیزامونو بس کردیم اینها مشکل داریم. آدرس ایشون این هست، میتونید بخونیدش یا باز بیارمش جلوتر؟ هنوز هم نمیدونم چرا اینجوری قیمت میشه. در هر صورت این آدرس ایشون هست که براتونم میخونم، محمد شریفی، یا تو آمریکا میدونید که شریفی رو اول مینویسن، اینم ما نفهمیدیم، میگه first name last name، و وقتی هر جا میری اول میگه last name چیه، مینویسی قاطی میکنن ملت. در صورت شریفی، محمد شریفی، Z709-P27 هولمن HOLMAN 3700. اینجا هم نوشته که المور، اسم شهرش اونجا، ALMORE آلاباما AL میشه، زیپ کدش هست 36502. حالا اگه یه وقتی اینو شما نتونستی ببینی اینها، هر وقت با من تماس بگیری من به اصطلاح براتون اون آدرس رو میفرستم. و من نمیدونم چرا این آدرس رو که ایشون نوشته بود باز عوضش کردن. برای که ایشون اول بالا نوشته بود آدرس خودش رو، پایین ببخشید برعکس نوشته بود، بالا آدرس من رو نوشته بود، پایین آدرس خودش رو، و یه نفر یا خود ایشون این رو عوض کرده، درست چیز داده و نوشته که emergency legal document this document is forwarded from an Alabama state prison. تو اینم مینویسه، یه مهر میزنه، چون اینا رو اونا میرن نگاه میکنن، نمیذارن طرف هرچی دلش میخواد بفرسه. ایشون
20 صفحه فرستادن و همه هم نوشتن. خیلی آدم منظم مرتب، این بنده خدا میخواسته بره اینجا دکترا بگیره، دو تا لیسانس و فوق لیسانس و اینها داره و اینجا توضیح میده که این مال اون وکیل تسخیری، ایشون مثل وکیل مجانی وکیل تسخیریه. من فردا صبح سعی میکنم از اینها عکس بگیرم که هر کسی خواست مثل اسکن بسونم به صورت ایمیل براتون بفرستم. اگر واقعا اینجا میگن کریوس، یعنی واقعا مایل هستید بدونید چه خبره. اگرم مهم نیست براتون این از لحاظ قانونی چی میگه، فقط میخوام بهش کمک کنید، دو سه رقم میتونید کمک کنید. اولیش اینه که به تلویزیون مردم یک کمکی کنید تا ما این کار رو باز انجام بدیم. مثلا من امروز برای دکتر تیم هاوارد نوشتم که ممنونم که به ایشون کمک میکنی، مایلم با شما یه مصاحبه داشته باشم. یا چند روز قبل برای یه شرکت دیگه‌ای که یه سازمان دیگه‌ای که به زندانیانی که محکوم به مرگ هستن و احتمال بیگناهیشون هست کمک میکنه، براشون نوشتم که مایلم با شما مصاحبه کنم. خب قرار باشه من با آقای شریفی مصاحبه کنم، با اون مصاحبه کنم، با اون مصاحبه کنم، شما فقط بشینید بگید به به یا چه چه، یا تازه اگر دلتون به رحم آمد فقط به اون کمک کنید، خب ما که این وسط چه کار باید کنیم دیگه. یه روزی آب دریا هم اگر شما سطل سطل بکشی بالاخره خالی میشه. این ذره مثلا این همه از این ماجرای آقای محمد شریفی. خب و اما دو تا دوست پیام گذاشتن، من پیام ها رو برای ایشون میفرستم و امیدوارم که آقای شریفی با اون تلفنی که مال سیستم زندان هست با اینها تماس بگیره و چیز کنه، باشون صحبت کنه. احتمالا اگه اونها خواستن ایشون آدرس پدرش رو بده، چون پدرش میتونه براش پول ببره توی زندان و بریزه به حسابش رو. هر ماجرایی که بگید این کمک بزرگیه. و اما ماجرای انتخابات آمریکا دوباره برگردیم. یک آقای به اینجا رسیدیم، یه آقایی که پریست خودش رو معرفی میکنه، نمیدونم دوستانی که مذهبی هستید بیان به ما بگید پریست یعنی چی، پدر روحانی اینا. این آقا ببینید، کسی که میاد به من و شما میگه برو با آقای ترامپ رای بده، خودش دروغ گفته، زندگیشو دروغ گفته، دانشگاه رفتنشو دروغ گفته، فارغ التحصیل شدنشو دروغ گفته، بعد یقهشو گرفتن. و باز برمیگردیم به آقای محسن نادری نژاد، چرا زنین؟ باید زنین باشیم. اگر کسی زنین نبود نمیرفتن دنبال این کثافتکاری ها، دنبال این سوء استفاده ها افشاگری کنن. و شما اگه خواستید این ویدیو رو من میتونم براتون بفرستم، یا بزنید اون پریست، بلک پریست، یه سیاه‌پوستی هست که اصلا کسی که ادعای مذهبی بودن میکنه، به نظر من اولین دروغ که میگه باید از اون پشت بام اطمینان من و شما بیفته، با سر اگه سرش رو دست پاش نشکنه قالبش بشکنه. در صورت اینم از این. و اما همین الان آقای مسعود سهیلی برای من یه چیزی رو فرستاد به نام جبهه ملی ایران با اتحاد استراتژیک با روسیه و دادن پایگاه نظامی کشور به آن دولت مخالف است. من اینو قبلا هم خوندم. آخه آقای سهیلی عزیز، جبهه ملی ایران کی هن؟ چند نفرن؟ چند تا عضو دارن؟ من سالها پیش این ورم ورگشتم که داخل یه سازمانی بشم. از همهشون بهتر فکر کردم سازمان به جبهه ملیه. گفتم این کاری نداره که من جز به چه سازمانی هستم، میتونم به صورت مستقلم داخلش بشم. رفتیم دور از گوش شما، دور از جون شما، چند جلسه در برنامه ها شرکت کردیم، دیدیم آقایون دکتر فلانی، پدرزنش فلانی، دکتر فلانی، مهندس فلانی میان، اون بغلش هم چلو کبابی نایب بود. قبل از اینکه بیان توی اونجا چلو کباب رو میخوردن و پیازم میخوردن و دوغم روش میومدن، آروغ میزدن، ببخشید دیگه حقیقت رو دارم میگم، بوی گند پیاز و لاش اون گوشت کباب میرسید اونجا، حال همه میخواست به هم بخوره. جالب اینه که خودشون خواب بودن. بعد جالبتر اینه که جبهه ملی دو قسمت شد. گفتیم این چیه؟ گفتن یکیش مال ویرجینیاست، یکیش مال واشنگتن.
گفتیم بابا جون مورچه چیه که کل و پاچهش چی باشه؟ شما کل و پاچه یه بره بزرگه که میگیری یه مشتش موه و یه مشتش چشم و گوش و فلان، نه یه کمی گوش رو صورتش داره، اونم اگه بره توپل باشه مثل سوربی، اگه نه اگه چیزی نداره، یه زبونی داره، یه مغز داره، مغزش میگن از بس چربی داره میکشدتون، نمیدونم زبونش هم که چه میدونم. حالا اصلا ما ول کردیم نرفتیم. حالا این دوستان از هم باید از خودشون باید سوال کنن آخه شما جبهه ملی چه قدرتی دارید که محکوم کنید یا تایید کنید؟ تا حالا این همه چی تایید کردید به کجا رسیده؟ این همه چی محکوم کردید و تکذیب کردید به کجا رسیده؟ در رابطه با آزار و اذیت سپاه پاسداران در خلیج فارس، چون مسئله نیروی دریایی است، این سپاه پاسداران هم مثل سرطان تو همه جا نفوذ کرده، خدا از سر این آقای محسن سازگاران نگذره، این باعث و بانی سپاه پاسداران بوده تا اونجایی که من میدونم، و اینا تو نیرو دریایی هستن، تو نیرو زمینی هستن، نیرو هوایی هستن، همه جا هستن. فکر کردم بهترین کسی که میتونه برای من و شما توضیح بده ماجرای خلیج فارس چیه، چگونه سربازای انگلیسی رو اسیر میکنن، آزاد میکنن، کوچلوار براشون میخرن، دولت انگلستان تشکر میکنه، چجوری دو تا کشتی نمیدونم آمریکا رو میگیرن، آمریکا میگه ما اشتباه کردیم. خب این آمریکایی که هواپیمای مسافربری ایرانی ها رو به جای هواپیمای جت جنگی بابک هروی عزیز میزنه، یعنی راداراشون واقعا اینقدر اشتباه میکنه که هواپیمای مسافربری با سرعت کم، با اون سایز بزرگ، اندازه بزرگ، با هواپیمای جت جنگنده با اون سرعت زیاد رو یکی میدونه؟ این تو هوا. تو دریا هم خط و مرز و حدود اینترنشنال یا آبهای بین المللی رو نمیدونه. خب اینم تو آب. زمین هم که دیگه دنیا رو دادید میبینید، زمین دنیا رو به خاک و خون کشیدن، 17 تا جنگ در 15 سال گذشته. خب وقت من و شما میتونیم به این آمریکا اطمینان کنیم؟ عجب. تازه همه اونم خودمون رو به کشتن میدیم که برسیم اینجا. میگم بابا طرف دکتره، با من کلاس میرفت، کلاس انگلیسی، دکتر مطبشو ول کرده بود، دکتری که مطب خودشو داشته، کلینیک خودشو داشته باشه، ول کرده بود اومده بود اینجا توی نمیدونم مگرودرز سبزی و نمیدونم اینا، میدون سبزی اینا که میارن خب یه مقداری، حالا درسته اینجا خیلی تمیزتر از ایرانه ولی کثیفه، باید تمیز کنن، آب بریزن، همش از صبح تا شب کار کنه و اینها، توی قسمت استاکینگ یعنی اینا رو بچینه توی اینا کار میکنه و خوشحاله که یه آینده خوبی برای بچه‌هاش درست کرده. حالا چه آینده‌ای برای بچه‌هامون درست کردیم؟ آیا بچه‌های ما از ما واقعا وضعشون بهتره؟ گاهی وقتا والا من قبطه زندگی پدر مادرم رو میخورم. که این همه خبر بد، که این همه بدو بدو، که این همه مصیبت داشتن، که این همه نگرانی داشتن. شما نظرتون چیه؟ خب ببینم که اصلا برنامه ما روی مردم تیوی پخش میشه یا من واقعا برای خودم دارم دل خودم صحبت میکنم. البته اگرم پخش نشه باز این برنامه رو میذارم برای روز دوشنبه و نخیر داره پخش میشه سوربی با توپ پر. خب اینم من ببندم برگردم اینجا، اینجا چیزایی که نوشتم دارم و اما بله، مصاحبه من با محمد شریفی، شخصی که متهم به قتل دو آمریکایی شده و به اعدام محکوم شده، پدرش در همان شهر زندگی میکند، اجازه ملاقات دارد و میتونین شما باهاش تماس بگیرید از طریق نامه، آدرس رو من بهتون میدم. این خانم نزهت یحیی‌زاده که نمیدونم والا اینا یه حقوقی از دولتای چیز میگیرن، سربار مردم شدن کشورهای اروپایی، از صبح تا از عالی جنابان فلانی، چهار تا وزیر پیر و بازنشسته هی برای هم دیگه صحبت میکنن، اینا هی برای هم سر قدم میرن. یک مصاحبه رو آقای دکتر منوچهر مصاحبه برنامه ویدیو پروگرام تلویزیونی، برنامه تلویزیونی رو به صورت ویدیو پخش کردن و توی اون دوباره ایشون میگه که وقتی این وزیر آموزش پرورش بوده یه دفعه چشم باز میکنه میبینه آقایون قمدنم بهشتی، آیت الله بهشتی و قفاری و فلان اینها دارن کتاب بچه ها رو مینویسن. تازه این دکتر گنجی به نظر خودش خیلی
آوانگارد بوده، خیلی پیشرفت کرده بوده. به شاه میگه بابا اینا اینجوری میکنن، شاه میگه چیکار کنیم، میگه کتابا رو جمع کنیم، کتابا رو جمع میکنن، میگه چیکار کنیم، جزوه پخش میکنن. باورتون میشه دوستان مدارس ایران جزوه پخش کردن. ولی این پروگرامی که دیدم من یادم افتاد که سال 2001 آقای دکتر گنجی زنگ زد به تلویزیون رنگارنگ و با من تماس گرفت و من گفت که اگر مایل باشی بیام تو برنامه تو و صحبت کنم، چون من اولین کسی رو دیدم که آمده و قدوسی یا مقدس بودن این خانواده پهلوی رو پایین ریخته و گفته نه خیر اینا اینجوری نیستن و میبینم مورد حمله قرار گرفتی و ایشون اومد توی اون برنامه. اگه بتونم ویدیوشو پیدا کنم، چندین بارم تا حالا گفتم اولین بار توی برنامه سوربی آقای دکتر منوچهر گنجی گفت که کتابای درسی دبستان زمان شاه رو حسین بهشتی، دکتر حسین بهشتی بود کی بود مینوشته که منفجرش کردن اینا، اون مینوشته و قفاری و یه چند تای دیگه که همه اینا کارهای تروریستی هم انجام میدادن. حالا ببینید این شاه سوئیس رفته ما، اون وقت همین آقای منوچهر گنجی تو همین ویدیویی که من میگم فکر کنم از تلویزیون اندیشه باشه توضیح میده که بابا این شاه اخلاقیات و تربیت پدرش روش اثر نگذاشته، ترسو بودن و مذهبی بودن مادرش روش اثر گذاشته و گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب. دیگه وقتی که وزیر خود شاه اینو میگه، حالا شما هی بشین بگو که نمیدونم سوربی اینجوری سوربی اونجوری، والا بلا ما هم فکر میکردیم که اینا آدم های خوبی هن. ما هم فکر میکردیم چون سوئیس رفته درس خونده، بعد دیدیم نه بابا درس هم نخونده، آقای شاه دیپلم هم نداشت. بعد هی مینشست این بر اون بر اظهار فضل میکرد، بعضی ها میگن اظهار فضله ببخشید، اظهار فضل میکرد درباره نفت، درباره پتروشیمی، درباره ورزش، درباره جنگ، درباره نیرو دریایی، درباره نیرو هوایی، درباره نیرو زمینی و هنرپیشه خوبی بود. البته میشه بگی هنرپیشه خوبی هم نبود. چرا؟ اگه هنرپیشه خوبی بود افرادی رو که وارد بودن نگه می‌داشت، بلد بود جوابشونو بده. چون جواب اونها رو نداشت بده، هر کسی سرش به تنش می‌ارزید و دو کلام بلد بود اونها رو اخراج کرد، اونها رو از خودش رون به یه طریقی، یا اونها استفاده دادن رفتن یا این سر به نیستشون کرد به یه صورتی خودش موند و حوزش. وقتی هم که انقلاب شد باز آقای گنجی میگه، میگه اصلا این ترسو بودنش، پا به فرار گذاشتنش. شاید این ویدیو رو من حالا اگه یک کسی پیدا بشه اسپانسر کنه پخش کنم، ببینیم چیه. حدود یه ساعتی فیلم ویدیوی دکتر منوچهر گنجی، وزیر آخرین وزیر آموزش پرورش دوره شاه قبل از انقلاب به اصطلاح بوده، اون را هم شما به اصطلاح میتونید اسپانسر بشید. خب یه ساعت میشه روزی 20 دلار، ولی شما بگو آقا من روزی 5 دلارش میدم، من روزی 10 دلارش میدم، منم میگم بابا حالا که این روزی 5 دلارش میده، منم روز 15 دلارش عجیب میدم. بالاخره باید هزینه بدی و الا مفتخور باشیم به جایی نمیرسیم. اجازه بدیم براتون یه تیکه قشنگی رو بخونم که حالا چه حقیقت داشته چه از ترشحات مغزی یه نفر یا احساسات قلبیش این نوشته درست شده، قشنگ و زیباست و ای کاش که انسان بشه. میگه وارد داروخونه شدم و منتظر بودم تا نسخه‌ام را تحویل بگیرم. فردی وارد شد و با لهجه‌ای ساده و روستایی پرسید کرم ضد سیمان دارین؟ فروشنده که انگار موضوعی برای خنده پیدا کرده بود با لحنی تمسخرآمیز پرسید کرم ضد سیمان؟ بله که دارین، کرم ضد تیر آهن و آجر هم دارم، حالا ایرانیشو میخوای یا خارجیشو؟ اما گفته باشم خارجیش گرونه ها، گرونتره. مرد روستایی نگاهش را به دستانش دوخت و آنها را به صورت فروشنده گرفت، رو به صورت فروشنده گرفت و گفت از وقتی کارگر ساختمون شدم دستام زب شده، نمیتونم صورت دخترم رو ناز کنم. باور کنم الان اشکم میخواد در بیاد. اگر خارجیش بهتره خارجی بده.
فروشنده لبخند روی لبهاش یخ زد. چه حقیر و کوچک است آن کسی که در این دنیا به خود مغرور است، چرا که نمی داند بعد از بازی شطرنج شاه و سرباز، فیل و برج و نمیدونم همه در یک جعبه قرار میگیرن. دوستان، به خودم هم دارم میگم بیایم یک کمی آدم باشیم، بیایم یک کمی انسان باشیم. ملا شدن، دکتر شدن، مهندس شدن، والا چه آسون. دلیلش هم میبینید تعدادشون. نگاه کنید توی مهمونی که میگید آقای دکتر کجا بودی، آقای مهندس شما بودید، تیمسار شما کجا بودید، آقای سرهنگ شما کجا بودید. ولی یه کسی شده تا حالا صدا بزنه به هم دیگه بگه آدم، آدم، انسان، کجا بودیم تا حالا؟ در هر صورت بیاین آدم بشین. ممنونم از آقای محمد رضاوی که امروز برنامه کانون آوا رو مهمان بودن و یه فیلم ویدیویی هم بعدش داشتیم و همینجوری گفتم به دلیل این مشکلاتی که داشتیم من از ایشون روز جمعه خواستم و ایشون هم قبول کرد. خیلی هم با شوخی گفت آقا من که آیه قرآن نمیخوام بگم که همین امروز باید نازل بشه، مثل رجبی هم نیستم که حکم و فرمانی بخوام بدم که فردا بگم چون دیر شد حالا اجرا نشد. من میخوام بیام خاطرات خودم رو بگم و نظرات خودم رو بگم و امروز بیش از یک ساعت با ایشون بودیم، خاطراتش و نظراتش رو گفت و من پیشنهاد میکنم این برنامه رو ببینید. برنامه های کانون آوا روز جمعه 12 ظهر به وقت نیویورک و واشنگتن شرق آمریکا، 9 صبح به وقت غرب آمریکا و 6 بعد از ظهر به وقت اروپا آلمان پخش میشه. ولی تا جمعه هفته آینده هر روز از تلویزیون مردم حداقل روزی یک بار، گاهی وقتا روزی دو بار پخش میشه، بستگی داره که ما چند تا برنامه داشته باشیم و چقدر برنامه ها طولانی باشن. در صورت بازم از ایشون ممنون و متشکرم و دیدن ویدیوی ایشون رو به شما پیشنهاد میکنم. همونجوری خدمتتون گفتم امروز ساعت 3 بعد از ظهر به وقت نیویورک با آقای یزدان خداوندلو هستیم. امشب در مورد مطلب آسیب شناسی فرهنگی در باب زنده کشی خیلی قشنگه، زنده کشی و مرده پرستی ایرانیان. اتفاقا یه مطلبی دیروز تو فیسبوک دیدم، یکی گفت متوجه شدید تا موقعی که زنده هستن این هنرمندان، خواننده ها، فعالای سیاسی، هیچ کس تعریفشون نمی کنه، کار به کارشون نداره. همچنین که فوت شدن از دنیا رفتن همه میگن آقا اصلا این نابغه بود و چنین بود و چنان نبوده. خیلی هم ادعا میکنن که با او همکلاس بودن، با او نمیدونم دیگه، نمیخوام بگم هم بستر چی بگم بابا، چون دیگه مرده نمیتونه بگه. که من یادم میاد موقعی که میرفتم کلاس تار و اینها، بعد به بعضی ها میگفتیم مثلا شما شاگردی کی هستی، اولا خیلی از ایران ها میگفتن ما شاگردی چش نبودیم، همینجوری یاد گرفتیم، مثل امام چیه این آقای خامنه ای، حالا امام خامنه ای که میگن وقت دنیا اومده به زور گفته یا علی آمده بیرون، اینا از دنیا که اومدن بیرون مادرش گفته این چیزیه، گفته در برچ نشسته تار زده، همشون تار و آکاردئون و نمیدونم پیانو همراهشون بوده. بمانم و خیلی هاشون هم میگفتن ما شاگرد فلانی بودیم، همه اونایی که معروف بودن و الان نبودن در قید حیات میگفتن شاگرد اون بودیم. من خودم به شخص شاگرد آقای داودیان بودم، اولین کلاس رو با داودیان شروع کردم، بعد با آقای دکتر نادر مجد ادامه دادم. چند جلسه هم با آقای محمد رضا لطفی بودم، ایشون بسیار بد اخلاق بود. توی اون منزلی که مهمون بودن به نظر من این روش کلاس گذاشتن، آقا ایشون کلاساش روحانیه، پول میدم یعنی چی، ولی شما اون هدیه رو بذار اونجا. یکم من یاد بازاری های ایران انداخت و ماجرای نزول. ما که نزول نمیدیم، این 100 تومن رو به شما میدیم، شما برو دوچرخه بخر، بعد که کارت را افتاد 100 تومن به ما بده، یه 100 تومنی هم هدیه بده. خب این نزول خوری بود. در اصل بماند خدا ایشون رو هم رحمت کنه اگه خدایی هست، اگرم نه که روان شاد و یادش گرامی باد. محمد رضا طاهری چیز لطفی میخواست اونجوری که خودش میشینه شما بشینی، اونجوری که تار میگیره دسته شما بگیرید، نمیدونی که بابا هر بدنی یه جوری راحته،
و شما این گیتاریست های آمریکایی رو نگاه کنید، بندی گیتارش یکیش بلنده میاد اینجوری، ببخشید روی خشتکش گیتار میزنه، یکیش بندشو کوتاه کرده اینجا میزنه مثل تار میزنه، و نمیدونم در هر صورت من دیدم نه یا من چیم مغزم خیلی پره یاد نمیگیرم یا ایشون معلم خوبی نبود برای من، اونایی که شاگردش بودن و اینها بمانه. دو جلسه به اصطلاح شاگرد آقای شهرام میرجلالی بودم که ایشون از کرج ایران آمده بود اینجا، اینم باز همون توی بیسمنت خونه یه نفر زندگی میکرد که حالا من نمیدونم مثلا با اون آقای زهرایی حتی اجاره میداد یا نه، ولی کلاس را انداخته بود یه جای بسیار نامناسبی برای کلاس، شما نگران صابخونه هستی، نگران چای میارن، نمیدونم آشپزخونه میرن اینها، ولی پولی که میگیرن از کلاس‌های درست حسابی آمریکایی که ساعت 15 دلار 30 دلار هست، همه ساعت 50 دلار، وقت از اینجا بلند شو برو مریلند. کارمون خیلی خرابه دوستان، کارمون خیلی خرابه از هر جایش بگید. حالا یه جایش من میگم که به نظرم درسته و اونم شماها ایراد میگیرید، میگید که نه اینا هم کارشون خرابه. و اون کجاست؟ این آقای تریتا پارسی برای من و دیگران که روی ایمیل لیستشون هستن امروز ایمیلی فرستادن و نوشتن که I'm very proud of how far the Iranian American community has come. میگه که من خیلی افتخار میکنم که چقدر این کامیونیتی جامعه ایرانی آمریکایی آمده جلو، و میگه ما 15 سال قبل 15 years ago our community neither had a voice nor influence. میگه که ما 15 سال پیش نه صدایی داشتیم نه میتونستیم تأثیر بذاریم. Politicians ignored us as we had not actualized our potential. میگه که سیاستمدارها هم ما رو به اصطلاح کم محلی میکردن برای که ما بهشون نشون نداده بودیم اون ظرفیت حقیقی خودمون رو. و میگه که امروز today thanks to the effort of NAIAC and other organizations our community matters politically, we played a key role in preventing war with Iran, politicians look to us for guidance and various policy. میگه و امروز ضمن تشکر از تلاش های نیاک و دیگر سازمان ها جامعه ما از لحاظ سیاسی تاثیرگذاره، و میگه که ماها همه با هم نقشی بازی کردیم در اینکه آمریکا نره به ایران به جنگ. البته یادتون باشه خیلی ها هستن ایرانیایی که طرفدار ترامپ هستن، اینها منتظرن که ترامپ به اصطلاح رئیس جمهور بشه و اونا امیدشون اینی که همین آقای نادری نژاد در این باره صحبت کرده، دیدن ویدیو ایشون رو هم بهتون پیشنهاد میکنم. ضمن این که برای بعضیا به اصطلاح ثابت شده که خطر هیلری کلینتون و جنگ با ایران بیشتر از خطر ترامپ هست، چون ترامپ بیزینسمنه و دروغ میگه که کارش بگذره، ولی هیلری کلینتون واقعا خطرناکه. خب و اما میگه که studying Turkish intervention in Syria analyzes map video. بله میگه که اینم یک مطالعه انجام دادن که چرا ترکیه توی سوریه دخالت کرده، میجنگه با نقشه و اینها. این رو دوست خوبمون آقای علی شیرازی فرستاده و از ایشون ممنونم. باز یک ایمیل دیگه هست که سوریه و همسایگانش، که خب ایران و ترکیه و اینها میشه، ایران مستقیما با سوریه همسایه نیست، باید از عراق بری یا باید از اون ور نمیدونم. رئیس سازمان بازرسی ایران خواستار برکناری چند تابعیتی ها شد. آقای مختار حسین زیبایی رو به زودی خواهیم داشت، کسی که چیزایی رو که امروز داریم میبینیم سال 2014 گفت، نه مثل اون شهشهانی عقب افتاده که هر اتفاقی میفته میگه من اینو قبلا گفتم، پدر سوخته بیار ببینم کجا گفتی. و اگر تو اینقدر پیشگویید خوبه، مثل اون خبرنگاری که رفت با یه شیادی که ادعا میکرد پیشگویی میکنه وقت گرفت، گفت مثلا یه ساعت چند، گفت یه ساعت 200 دلار،
گفت خب ما میایم و اگر اجازه بدی یک گزارش تلویزیونی هم تهیه میکنیم. گفت خب میشه $500. گفت باش، $500 رو داد، رفت نشست اونجا. به اون آقا مرد یا زن، زن هم هستن، زن هم از کلاهبرداری دست کمی از مردا ندارن، به اون آقا یا خانم گفت که شما پیشگویی میکنید؟ گفت بله. گفت واقعا یعنی میدونید چه اتفاقی در آینده میفته؟ گفت بله. شطره زد تو گوشش. اون شیاد گفت چرا میزنی؟ گفت پدر سوخته، مگه تو نمیگی پیشگویی میکنی؟ تو از دیروز که ما بهت زنگ زدیم باید میدونستی که من دارم میام، پول زیادی هم بهت میدم که بزنم تو گوشت. حالا یکی باید پیدا بشه بزنه تو گوش این مرتیکه معتاد شهشهانی و اون پیرپاتالایی که دور برش ریختن مثل پیر خرفت خراسانی و بگه که شماها اگر چیزی بلدید امروز بیاین بگید، نه که وقتی اتفاق افتاد بیاین بگید ما میدونستیم. اینم از این ماجرا. خب ببینیم که مهرداد چی میگه. مهرداد خوش آمدی، لطف کنید دوستان این برنامه های ریروت فیسبوک رو با دوستانتون هم شیر کنید. خود من الان آمدم و از مردم تیوی این رو شیر میکنم با دوستانم، با صفحه خودم، چون مردم تیوی مال تلویزیون مردمه. یه صفحه دارم که مال سوربی هست، الان اینجا می‌نویسم که برنامه سوربی با مردم. به همین سادگی یک کلیک میزنم پست. این پست هم به عنوان فرستادن ازش استفاده میکنن، هم به عنوان نصب کردن یه جایی رو. و دیگه این کلمه رو توضیح نمیخواد بدی. ما نه مثل این آخوندهای عقب افتاده هستیم که سعی کنیم یک کلمه براش توی فرهنگ خودمون پیدا کنیم، نه مثل این عقب افتادهای هستیم که میخوان نمیدونم برگردن به 3000 سال پیش، 2500 سال پیش و من و شما مثل داریوش و کوروش صحبت کنیم. آقا خانم، اون موقع زبان محدود بوده، اون موقع این همه وسایل دور سرشون نبوده. صبح وقتی نور آفتاب میافتاده بیدار میشدن، میرفتن یه کاری انجام میدادن، یه پولی در میآوردن، یک رزق و روزی در میآوردن، میمدن شب تاریک میخوابیدن. الان شب و روز مردم دارن چیزای جدید میبینن. بچهای ما 10 برابر ما لغت میدونن، 10 برابر ما وسیله جدید میدونن. حالا ما دیروز رفتیم یه جای چلو کباب بخریم، دیدیم گفت اگه میخوای میتونی با تلفنت هم پرداخت کنی، این دستگاه تلفن تو میگیری جلوش پرداخت میکنی. گفتیم والا ما مسئله نداریم تلفنمونو بگیریم جلوش، ولی پول تو تلفنمون نیست، باید یه پولی بریزی اون شماره بدن بهت که بگیری اینا. طرف کلی خندی. خب اینم از این ماجرا. و اما کجا بودیم، چی گفتیم؟ بله، آهان، یه مصاحبه آقای بیژن فرهودی با سید کریم یا سید کریم انجام داده و توی اون مصاحبه بیژن فرهودی میگه خب سید کریم حالا بگو ببینیم برای اینهایی که جوان هستن. آخه واقعا آقای بیژن فرهودی، شما یا گول خودت میزنی یا گول بیننده ها. شما فکر میکنی نسل جوان ایرانی میاد میشینه برنامه های سید کریم رو نگاه میکنه؟ اتفاقا من کالیفرنیا که بودم یه شب با آقای ایرج رستمی، با همین سید کریم، با یه آقای به نام خسرو تولدش بود و اینها، رفتیم اون رستوران یا کاباره تهران، رفتیم کاباره تهران. سید کریم هم بود، خیلی هم آدم لوتی صفت و با معرفتی و اینها. حالا بگذاریم که آقای محمود قربانی آمده و توی اون ویدیو میگه من اینو به جای رسوندم. آقای قربانی اگر شما به جای رسوندیش خب دست در نکنه، ولی نباید اینقدر منت سر طرف بذاری هی بگی فلان بیسار اینا، مخصوصا اگه قدردانی کرده باشه. اگه یک کسی باشه مثل این شهشهانی بی پدر و مادر، ببخشید این شهشهانی چندین پدر، من کمکارش کرده باشم بعد اینجوری بیاد لگد بندازه یا خاک بریزه، اون موقع آدم حق داره فوشش بده. ولی شما اگه میگید این آدم خوبیه، خب کمکش کردی، اونم کمکت کردی، گذاشت رفت. در صورت بیژن فرهودی مسابقه کرده با آقای سید کریم و سید کریم میدونید که بنده خدا اینجا اینقدر وضعش بد شد تو آمریکا، از خونه اجاره انداختنش بیرون، چیزاشو ریختن کنار خیابون، ویدیو هست، گله کرد، شکایت کرد از ایرانیا، بلند شد رفت انگلستان، گویا چون قبلا هم انگلستان زندگی میکرده اونجا براش بهتره. در صورت برگردیم باز به این آقای مختار حسین زیبایی، میگه رئیس سازمان بازرسی ایران خواستار برکناری چند تابعیتی ها شد. در رابطه با این چند تابعیت ها میدونید که الان خیلی از اینایی که مصدر کار ایران هستن یا از این وری چند تابعیتی هستن،
گویا آقای ظریف اگه اشتباه نکنم، جواد ظریف شهروند آمریکاست اگر اشتباه نکنم، مطمئن نیستم. و خیلی هاشون اینها شهروند عراق و به اصطلاح دو پاسپورتی هستن. و این رو چند سال پیش آقای حسین مختارزیبایی به ما گفته بود و امروز میبینیم که 6 ساعت قبل این رئیس سازمان بازرسی ایران خواستار برکناری چند تابعیتی ها شد. رئیس سازمان میگه ناصر سراج در حاشیه مراسمی در بوشه که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا گزارش آن را منتشر کرده اعلام کرد که دیروز 13 شهریور از رؤسای قوا خواسته این نیروها از دستگاه ها ترخیص شوند. مدیران دو تابعیتی که علاوه بر ایران پاسپورت یک کشور دیگر را هم دارند به بحثی مناقشه برانگیز در فضای سیاسی ایران تبدیل شده است. و اما رئیس سازمان بازرسی کشور گفته افراد چند تابعیتی برای سازمان ها ایجاد مشکل می کنند. دوستان، همین آمریکا، شما اگه بخواید برای دولتش کار کنی جاهای حساس، میگی که شما دو تابعیتی هستی، میگی بله درسته که غیر قانونی نیست، ولی میگه اگر میخوای برای ما کار کنی باید تابعیت ایران تو پاسپورت رو پس بدی که ما بدونیم اگه ما میخوایم جنگ کنیم، از پیش برنامه ریختیم که مثلا به شیراز حمله کنیم، شما نمیری زنگ بزنی به بابات بگی که بابا جون به دایی و عمه و پسر عمه اینا بگو که برین کازرون، چون میدونید به این خاطر، یعنی میشه که conflict of interest، یعنی شما اگر مسائل چی میگن درست میگم سودی که دارید توی اون موضوع تصمیم گیری رو برای شما مشکل میکنه و شما نمیدونید واقعا برید بجنگید برای آمریکا. و اینه که وقتی که شما میخوای شهروند آمریکا بشی ازتون میپرسه که شما حاضری برای آمریکا بری جنگ، اون موقع که میگی بله منظورش ایران هم هست، منظورش شیراز هم هست، و همه ما از خوشحالی میگیم بله جنگ، آقا شما فقط سود بزن، من واسه شما رو 100 نفر برات میکشم. نمیدونیم که چه عواقبی داره. عواقبش اینه که بعدن میشی دو پاسپورتی، بعدن اینجوری میشی و الی آخر. ممنونم و همونجوری که گفتم به زودی آقای حسین مختارزیبایی هم خواهیم داشت. و اما آقای علی زرابی هم، این دوست نازنین که هنوز همون سیستم رو به اصطلاح ادامه میده و ایمیل رو برای دوستانش سی سی میکنه و اونها رو تو درد سر میندازه، یک جوکی فرستاده. من این جوک رو قبلا هم شنیده بودم ولی حالا بعد از دو سه روز کمکاری و بعد برنامه گذاشتن و اینها این جوک رو هم برای شما بگیم. نوشته که پیت اند مات رو میبرن جهنم، پیتر اند ماتیو، اینجا پیت همون پیتر میشه پیت، ماتیو هم که اینا همش هم اسم امام‌های مسیحا میشه مات، رو میبرن جهنم. وسط راه بهشون میگن بهتون یه آوانس میدیم. میگن چیه؟ میگه اینجا دو تا جهنم داریم، یکی جهنم ایرانی ها، یکی جهنم شماها خارجی ها. میپرسن فرقش چیه؟ میگن تو جهنم خارجی ها هفته یک بار قیر داغ میریزن توی دهنتون، اما توی جهنم ایرانی ها هر روز قیر داغ میریزن توی دهنتون. البته اینا جوک شما یه جوریش دیگه شنیده بودیم، یه جای دیگه شون قیر داغ میریختن. خلاصه پیت میگه من میرم تو جهنم خارجی ها و مت میاد تو جهنم ایرانی ها. یه چند ماه بعد پیت میبینه خیلی ناجوره اینجا، میگه بیچاره این متیو که هر روز قیر میخوره. خلاصه میره ببینه که متیو چه به سرش اومده و میره اونجا میبینه این آقای متیو با رفیقاش نشستن دارن حال میکنن و هیچ خبری هم از قیر داغ نیست. پیت میگه که جریان چیه؟ میگه بابا اینجا جهنم ایرانی هاست، یک روز قیر نیست، یک روز قیر است ولی قیف نیست، یه روز دوتاش هست یارو نمیاد سر کار، یه روزم که
یه روز هم که همه چی جوره، بخشنامه میاد که فعلا نریزین تا رئیس فردا بیاد یه چیزی بگه. اینم از این. ببخشید من اینجا داره برام پیام میاد و بگم نه نمیخوایم. اوکی، چه بدبختی گرفتاریم واقعا. همینجوری بزنیم یه چند تا چیز بفرستیم بره. اوکی سنت بدمون کن دست از سرمون برم. خب بله، بعد زیرش نوشته به خاطر همینه که میگن حتی قانون بد از بیقانونی بهتره. این کمی بی ربط بود این با اون جوک. و امراه دوست خوبمون شهرام برای ما فرستاده از ایران پرس نیوز فیلم حمله شدید صادق زیبا کلام به خامنه ای. من بدون این که حتی دیگه اینو نگاه کنم براش نوشتم شهرام جون، من میدونی خیلی آدم به اصطلاح معمولی هستم، زیاد نمیفهمم، ولی شما میتونی به من بگی تو ایران که میشنویم یه نفر رفته از کانادا یه چیزی گفته، یا اصلا خود ایرانی ها یه بچه ای رفته تظاهرات کرده یه چیزی گفته، گرفتنش، انداختنش زندان، تجاوز بهش کردن، نمیدونم شکنجهش دادن، بعدم کشتنش، جسدش هم از مامان باباش پول گرفتن تحویل دادن. چجوریه که این آقای دکتر صادق زیبا کلام به همه فوش میده، انتقاد میکنه، ایراد میگیره، مثل آقای دکتر محمد اونم دکتر یا نیست، مثل محمد نوریزاد، و کسی به اینا کاری نداره؟ آیا من به خاطر سادگیم فکر میکنم اینها سوپاپ این رژیم هستن؟ نوشت نه آقا، منم همین فکر میکنم و اینها سوپاپ رژیم آخوندی هستن. و اما آمریکای ابرقدرت زدی ضربه‌ای نوش کن، میگه دوستان در این هفته اخیر دو رویداد مهم اخبار مربوط به کشورمان را تحت شعاع قرار دادن. یکی بازتاب سخنان منتظری در مورد وقایع و جنایات دهه 60 و دیگری استفاده از خاک کشورمان توسط روسیه در جهت سرکوب گروه‌های تروریستی مورد حمایت محافلی در آمریکا و اسرائیل، که در ضمن مورد حمایت کشورهای سلفی مذهب چون قطر و سعودی و باند فرصت طلب اردوغانی هم قرار دادن دارند. در مورد اهمیت و بی همتا و بی بدیل بودن سخنان و اقدام این ملای دهاتی آزاده هر چی گفته شود باز هم کم است. او در حالی که تقریبا جمعی آحاد مردم چه مذهبی و چه غیر مذهبی از جنایات و خطاها و کجروی های مجاهدین در کشور، مردم بیگناه در شهرها و مدافعان پاسدار و ارتشی در میدانهای نبرد و همکاری با صدام، صبرشان لبریز و جانشان به لبشان رسیده بود و همگی به طور آشکار و نهان کشتار مجاهدین حتی بی محاکمه را تایید می کردند، این آزاد اندیش در حالی که مورد مسخره و استیزا هموطنانش بود و او را گربه نره می‌خواندند و همچنین در جمع دوستان و همرزمانش به وسیله مثلث قدرت رفسنجانی خامنه‌ای و احمد خمینی به حاشیه رانده شده بود، مرد و مردانه یک تنه با همه از جمله خمینی که قدرت بیچون و چرای انقلاب و کلام آخر به حساب می آمد به خاطر عقیده و پایبندی به اصول شجاعانه پای حقوق جمعی زندانیان طرد شده و غیر مطرح گناهکار بدنام ایستاد و از حقوق آنان دفاع کرد. ایستادنی که در سراسر تاریخ ایران که عملا تشکیل شده از سرنوشت و سرگذشت مهرهای بی‌هویت بادی و دستمال به دست تا ابد چون البرز ایستا و برجا خواهند بود. حوالا نسبتا طولانیه، این هم اگر کسی مایله صحبت کنه. درباره انتخابات آمریکا با یکی از دوستان که هم دستی به قلم داره و هم مسائل رو دنبال میکنه و من خیلی از ایشون یاد گرفتم صحبت میکردیم، گفتم که به نظر میرسه که هیلری کلینتون میره داخل کاخ سفید یا وایت هاوس. اینجا اصلا کاخی نیست، واقعا مثل یه خونه معمولیه، وایت هاوس بهش میگن، نمیگن وایت منشن کاخ سفید. به نظر میاد ایشون بره. در جواب برای من نوشتن تا دو ماه چند روز دیگر از این ستون به اون ستون فرجه، ممکنه لخته خون در مغز هیلری کار خودش رو بکنه. در ضمن من شنیدم که سندرز رو هم تهدید کردم. من برای ایشون اینجوری نوشتم،
نوشتم ببینید کار ما با آمریکا و کار ما در آمریکا به کجا کشیده که من و شما باید آرزوی مرگ یا بیماری این شلیته را بکنیم، تازه به این امید که ترامپ بره کاخ سفید. اینجاست که من میگم دنیا به آخر رسیده، کارمون خیلی خرابه، درست شدنی هم نیست. بعد نوشتم که حتما خبر دارید که در شرق آمریکا طوفان و سیل، در غرب آمریکا آتش سوزی داره بیداد میکنه. خوش به حال اون وسط آمریکا که گاوها زندگی میکنن، این بیچاره ها هم تا روز موعود دارن میچرن بدون اینکه از هیچ چیزی خبر داشته باشن. میدونید که ایالت های وسط آمریکا بیشترشون کشاورزی و دامداری، مثلا در یک ایالتی اگه اشتباه نکنم وایومینگ، تعداد گاوها و به اصطلاح اسب و بره و اینها از آدمها زیادتره و خیلی هم معمولی، چون یه نفر دامداری داره، دامداری داره ایران، یه نفر دامداری داره، ممکنه خودش و زنش سه تا بچه باشن، با دو تا کارگر 5 6 نفر 7 نفر، ولی ممکنه 3000 تا گاو و گوسفند داشته باشن. اینه که این ور آتش، اون ور باد، اون وسط گاوها خوشحال و خندان تا روزی که مرگشون برسه. خب باز در رابطه با ایران و آزادی و اینها، دوستان ببینید که ما چجوری اینجا بعضی وقتا نمیدونیم چه کسی رو باور کنیم و چه کسی خبری رو که ما میده درست. از یه طرف این عکس ها رو ما میبینیم، از یه طرف میبینیم که گشت ارشاد توی خیابونا میاد دخترها و خانمای جوان رو میگیره و با آبروریزی و ایزا و اذیت میبردشون. این عکس ها میبینید از تهران گرفته شده، اسمش هم نوشته داوود قهردار و ایسنا فوتو. من اینو بهتون نشون بدم یا بذارم اصلا خودش رو اوتوماتیک خود قضاوت کنید. بارها گفتم ما اینجا در مسند قضاوت ننشستیم، ما به شما نشون میدیم، نظر خودمون رو میگیم. بله من اینجا پول نمیگیرم اخبار بخونم، کار من این نیست، کار من اینه که مثل مهمونی میایم درباره اینها صحبت میکنیم، نظرمون رو هم میگیم. آیا من و شما پسر و دخترامون توی آمریکا اینجوری لباس میپوشن؟ البته خب این بنده خدا هم چون سالها محدودشون کردن، حالا مجبورن با نشون دادن یک قسمتی از مو، با نشون دادن یک قسمتی از پا، یک قسمتی نمیدونم شکم، حتی لباسهایی مثل که توری ساختن و الی آخر. این عکس ها را هم جدیدن، یعنی امروز صبح یا دیشب برای من فرستادن. این هم از این. دوستان عزیز، این برنامه را من تقدیم میکنم به دوستانی که در چند روز گذشته لطف کردن، هی به من گفتن سوربی چی شده، چرا برنامه اینجوری شده و اینها، و سعی میکنم فردا دوشنبه همون ساعت 2 بعد از ظهر با شما باشم و برنامه داشته باشم، ولی اگر نشد چیز میکنم. ببخشید اینجا هست که من یه اشکالی پیدا کردم. بله اینم از این. بله خب دوستان فیسبوکی، همینجا با شما خداحافظی میکنم تا بعد. اوکی. و اما دوستانی که روی تلویزیون مردم یا مردم تیوی ما رو میبینید، اینجا بیام خدمتتون و باهاتون خداحافظی کنم، برم برنامه آقای یزدان خداوندلو رو با اسکایپ از کل آلمان براتون بیارم و اون برنامه رو هم باز روی فیسبوک میذاریم. پس با ما باشید تا برنامه رو ادامه بدیم. و این برنامه ها همون جوری که سال هاست خودتون میدونید، از سال 2003 تا حالا 2006 تا حالا روی اینترنت و 2003 تا از 2003 تا حالا روی اینترنت و از 2006 تا حالا به صورت شبان روزی یکی پس از دیگری اجرا میشه. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. میریم آلمان الان.